امترین سواحل جهان اینجا سپاه پاسداران که دو روز است برای نمایش اقتدارش دست به یک رزمایش نظامی زده و همزمان خبرهایی را درباره پیشرفت‌های نظامی و فنیش منتشر می‌کند در هر دو روز افتضاحاتی را به بار آورده که سوژه جوک و خنده کاربران ایرانی و خارجی شده خبرگزاری و وابسته به سپاه پاسداران روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی ادعا کرد که ماهواره نور که اردیبهشت امسال توسط سپاه به فضا پرتاب شده از یک پایگاه آمریکایی در قطر عکسهایی را ارسال کرده تسنیم با انتشار تصاویری که ادعا کرد توسط ماهواره نور از پایگاه آمریکایی العدید گرفته شده نوشت در جریان رزمایش موشکی و دریایی پیامبر اعظم 14 سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز برای اولین بار از تصاویر ارسالی از ماهواره نور جهت رصد و پایش منطقه استفاده شده است تصمیم افسوده در کلیپ منتشر شده از این رزمایش تصاویر ای از منطقه که به شیوه موزاییکی گرفته شده از یکی از پایگاه های آمریکایی احتمالا العدید قطر دیده می شود با کنار هم قرار دادن تصاویر با بالاترین رزولوشن در کنار هم به صورت موزاییکی تصویر دقیقی از یک منطقه بزرگ به دست می آید. سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما هم بلافاصله از این موضوع یک کلیپ چند ثانیه ای را منتشر کرد که ظاهرا تولید خود سپاه پاسداران است اما لحظاتی از انتشار این عکس ها و کلیپ نگذشته بود که کارشناسان نظامی در شبکه های اجتماعی با تحلیل تصاویر و ادعاهای مرتبط با آن گفتند خبر رسانه های جمهوری اسلامی دروغی بیش نیست چرا که تصاویر از نرمافزار گوگل ارث گرفته شده سه کارشناس کانادایی، بریتانیایی و اسرائیلی که به صورت مشترک یک کانال توییتری را اداره و در صفحه خود مطالبی را درباره مسائل امنیتی خاور میانه منتشر می کنند با زیر ذره بین قرار دادن تصاویری که ادعا می شود ماهواره نور ارسال کرده نوشتند با نگاهی به تصاویر جدید پایگاه العدی در قطر می تواندید که در سال اخیر ساختمانهای جدیدی در این پایگاه ساخته شده یا تجهیزات جدید در بخش مختلف آن نصب شده که در تصاویر منتشر شده توسط سپاه پاسداران دیده نمی شود این بدی من است که این تصاویر قدیمی هستند و احتمالا به سال 2016 یعنی حدود چهار سال پیش تعلق دارند که با فتوشاپ دستکاری و شفافیتشان تغییر داده شده مثلا در این تصویر که سپا گفته ماهواره نور ارسال کرده محل یک ساخت و ساز دیده می شود ولی هنوز ساختمانی وجود ندارد این تصویر با یک تصویر منتشر شده توسط گوگل در سال 2017 تطابق دارد اما به این تصویر گوگل از سال 2019 نگاه کنید در این مکان دو ساختمان احداث شده که هنوز هم وجود دارند ولی در تصویر ادعایی از ماهواره نور وجود ندارند با مقایسه دقیقتر تصاویر ماهواره سپاه با تصویر گوگل میتوان دست کم هفت سازه دیگر را یافت که در این بین ساخته شده یا در حال ساخت است اما در تصویر ماهواره نور از آن خبری نیست در ضمن برخی میگویند در روزهای اخیر هوای منطقه صاف نبوده و امکان تهیه تصاویر ای وجود نداشته و سپاه پیش از انتشار اخبار دروغ باید به این موضوع توجه میکرده بسیاری از خود میپرسند سپاه به چه دلیلی دست به این کارهای مزهک میزند که حتی کاربران عادی هم توانایی کشف جعلی بودنش را دارند مقامات آمریکایی پس از انتشار خبر پرتاب ماهواره نور آن را مسخره کردند و گفتند این ماهواره چیزی در حد یک وبکم لرزان در فضاست سپاه ظاهرا با انتشار این تصاویر جعلی سعی کرده ثابت کند که وبکم لرزانش توانایی گرفتن تصویر از مراکز نظامی آمریکا را دارد چندین کاربر آماتور غربی در اینترنت ویدیوهایی را از ماهواره نور در فضا منتشر کردند مثل یک فرد هلندی که میگوید این ویدیو را در روز ششم ماه مه یعنی حدود سه ماه پیش از ماهواره نور ضبط کرده این بدین معنا است که ماهواره نور هنوز در فضا در حال حرکت است اما بعید نیست که سپاه نتوانسته با ماهواره نور ارتباطی برقرار کند یا این ماهواره توانایی تهیه و ارسال تصویر ندارد و بر همین اساس هم سپاه تصمیم گرفته به جای تصاویر واقعی از تصاویر گوگل استفاده کند برخی حالا میگویند سپاه از اول هم به جای هزینه کردن میلیون ها دلار و ایجاد قوقا در جهان به جای ارسال ماهواره به فضا می توانست از نرم افزار گوگل ارث استفاده کند که هم تصاویر شفافی دارد و هم مجانی است امن برای ما و دوستان ما ولی مرگاور برای دشمنان اما مانور نظامی سپاه با یک آبروریزی دیگر هم همراه بود از هفته ها قبل تصاویر ماهواره از این ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی خبرساز شده بود ماکتی که توسط سپاه پاسداران درست شده تا در مانور نظامی آن را مورد حمله قرار دهد تصاویر ماهواره چند روز پیش نشان میداد که سپاه این ماکت را از ساحل به تنگه هرمز آورده حسین سلامی فرمانده سپاه که بعد از آبروریزی بر سر اختراع دستگاه کرونایاب با نام مستعان مدتی جلوی دوربین های تلویزیونی حاضر نمیشد و مصاحبه نمیکرد. کرد روز سهشنبه بار دیگر جلوی دوربین قرار گرفت تا از یک رزمایش سرتاسر سر تهاجمی سخن میگوید. فضای عمل ما در سطح راهبردی دفاعی است اما در سطوح عملیات و تاکتیک ما سرتاسر سر تهاجم سر هستیم سرانجام لحظه موعود فرا رسید و طبق ادعای خبرنگار صدا از یک بالگرد ساخت ایران موشکی به سمت ماکت شلیک شد نوبت به یکی از اولین ها رسید بالگرد ایرانی با توان شلیک موشک اما تصاویر منتشر شده توسط خود صدا که ظاهرا با پهباد ضبط شده به وضوح نشان میدهد که موشک به جای برخورد به ماکت در کنار ماکت ناو آمریکایی به آب برخورد می کند. برخی از کاربران ایرانی این موضوع را سوژه تنز قرار داده و گفتند سپاه حتی نمیتواند ماکت یک ناو آمریکایی را قرار کند چه برسد به خود ناو گروهی هم تصویر ماکت را بازنش داده و به تنز پرسیدند چرا هنوز سپاه بعد از دو روز موفق به غرق کردن این ماکت نشده اما نیروهای نظامی آمریکا ماجرای مانور نظامی سپاه در خلیج فارس را جدی گرفتند طبق گزارش ها نیروهای نظامی آمریکا در سه شب اخیر در سه پایگاه این کشور در امارات و قطر در حالت آماده باش بودند یک خبرنگار آمریکایی گفته دست کم سه موشک سپاه در آبهای نزدیک به پایگاه های آمریکایی در امارات فرود آمده هواداران نظام جمهوری اسلامی میگویند این نشان از اقتدار سپاه است که باعث شده سربازان آمریکایی سه شب خواب نداشته باشند منتقدان حکومت اما میگویند دلیل نگرانی آمریکایی ها است که سپاهی که هواپیمای مسافربری را موشک کروز تشخیص میدهد جنوب را با شمال اشتباه میگیرد ممکن است به اشتباه موشکی هم به سمت آنها شلیک کند شروع کردن گستاخی کردن و شیطنت های خطرناک رو عمل کردن در آسمان بین المللی حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت از ماجرای نزدیک شدن یک هواپیمای جنگنده آمریکایی به یک هواپیمای مسافربری شرکت ماهان به مقصد لبنان به شدت انتقاد کرد و آن را تروریسم هوایی آمریکا نامید مگه میشه ایکاو کجاست شورای امنیت کجاست سازمان ملل کجاست کشورهای منطقه کجا هستند کشورهایی که این تخلف رو فضای اونها صورت گرفته این پرواز به مقصد اونها بوده همه باید حرف بزنن مگه میشه در یک فضای کریدور آزاد بین المللی در یک روت مشخص هوانوردی یک جنگنده بیاد بغل یه هواپیمای مسافر بری؟ مسافر برای که توش زن بچه از کوچیک بزرگ بترسونن مردم رو تو آسمون دقیقا این تروریزم هواییه بدون تردید کسی که جنگنده میفرسته بغل یه هواپیمای مسافر برای کار تروریستی هوایی انجام داده و به عنوان یک تروریست باید, باید با او برخورد بشه ایکاو باید با او برخورد بکنه شورای امنیت باش باید برخورد بکنه کشورها باید برخورد, کشورها باید برخورد بکنن بسیاری میگویند عجیب است که حسن روحانی به هنگام ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه از لفظ تروریسم هوایی استفاده نکرده روحانی درباره ماجرای تصرف بخشی از کوه دماوند توسط اداره اوقاف از نهادهای ثروتمند تحت کنترل رهبر هم اظهار نظر کرد و آن را دروغ و شایعه دشمن خواند دشمن راه سومی رو در پیش گرفته و اون راه سوم ایجاد شایعات روزمره در میان مردم هر روز یه شایعه در میان مردمه. امروز همه میگن آقا کوههای ما رو فروختن چجوری کوهها رو فروختن بعد میگن نه کوهها رو هم به وقف کردن دو مرتبه روز بعد میگن آقا جنگل های ما رو فروختن روز بعد میگن نه جنگل های ما رو وقف کردن این چه بازی ایجاد نگرانی ایجاد ناراحتی در مردم مگر میشه امفال مگه میشه بیابون مگه میشه مرتب، مگه میشه جنگل مگر میشه کوه مگه میشه دریا اقیانوس وقف کرد جالب اینجاست که در همین روزی که روحانی ماجرای وقف شدن بخشی از دماوند را شایعه تولید شده توسط دشمن خواند خبرگزاری مهر وابسته به دولت او همچون دهها خبرگزاری دیگر به نقل از مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد سند مالکیت عراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد مهرنوشت با این اقدام کل عراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتیمتر از عراضی این منطقه وقف نیست طبق گزارش مهر معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته در مورد اختلاف پلاک های ثبتی 68 و 69 نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد با همین جمله آخر معاون سازمان ثبت اسناد مشخص شد که کل خبر دروغی بیش نیست چرا که بخشی از قله دماوند که سازمان اوقاف میگوید به این سازمان تعلق دارد موضوع همین دو پلاک 68 و 69 است اما حسن روحانی روز چهارشنبه تلویحا به توافق 25 ساله با چین هم اشاره کرد و آن را هم دروغ خواند میکنن برای اینکه مردم رو نگران کنن هر روز یک مشکلی برای مردم پیش بیاد هر روز یه فکری بکنن یه روز دیگه میگن آه این قسمت کشور رو فروختم مثلا شرق کشور بعد میگن جنوب کشور بعد میگن نه جزایر فروختم ما اصلا من از این تعجب نمی کنم که شایعه می سازن و درست می این کار طبیعی آدم است که دشمن ما هستند بر ضد ما دارن کار می عجیب اینه چطور گوش شنوا وجود داره یعنی تو این بحران تو این وسط تو این مشکلات چطور گوشی وجود داره که این رو بشنوه که یه همچون چیز بی ربط و بی اساسی که اصلا اساس نداره رئیس جمهور ایران در ادامه بار دیگر تاکید کرد که علی رغم همه گیری کرونا در ایران مراسم محرم برگزار می شود اونایی که میخوان ازاداری تعطیل بشه بهشون گفته میشه عزاداری تعطیل نمیشه اونا که میخوان از طریق ازاداری ازاداری رو زیر سوال قرار بدن و بگن این ازاداری باعث شد تا موج بیماری بیشتر شده به اونا ما اجازه نمیدیم